تحقیقات از مهاجر افغان که پسر 6 سالش در راه یونان جان باخت. یک مهاجر افغان که 3 هفته پیش در حین عبور از دریا در نزدیکی جزیره ساموس قایقشان واژگون و پسر 6 سالش غرق شد تحت تحقیق مقامات جزیره ساموس قرار دارد. این مهاجر به غفلت و بی احتیاطی متهم شده است. در جزیره ساموس یونان علیه یک مهاجر افغان تحقیق می شود که حدود 3 هفته پیش پسر 6 سالش در حین عبور از ترکیه به مقصد یونان در دریا غرق شد. اتهام وارده بر او این است که با بی احتیاطی و غفلت این کودک را در سفر خطرناک با خود گرفته که منجر به جان باختن این کودک شده است. وکیل مدافع این مرد روز جمعه به خبرگزاری آلمان گفته است که تحقیقات ادامه دارد و این فرد به محکمه خواهد رفت. این مرد آزاد است اما اجازه ندارد این کشور را ترک کند. پیش از این نیز برنامه خبری تلویزیون عامه آلمان در این رابطه گزارش داده بود. در شب 8 نوامبر به دلیل وزش باد شدید در نزدیکی جزیره ساموس قایق حامل این مهاجران واژگون شد. گارد ساحلی یونان بنابر معلومات خودشان موفق شدند که 17 تن از این مهاجران را از آب نجات دهند. 7 تن دیگر توانستند که خود را نجات دهند و به وسیله شنا خود را به ساحل جزیره ساموس برسانند. اما پیکر بیجان کودک 6 ساله اندکی بعد در ساحل یافت شد. وکیل این مرد افغان گارد ساحلی یونان را متهم می‌کند که با آژانس حفاظت از مرزهای بیرونی اتحادیه اروپا در مورد این سانحه هم معلومات ندادند. برنامه خبری تاکس شاو به نقل از امدادگران پناهجویان گزارش داده است که گارد ساحلی 1.5 تا 2 ساعت بعد از درخواست کمک عاجل مهاجران به محل رویداد رسیده است. در ماه‌های گذشته همواره از سوی سازمان‌های امدادی اتهاماتی علیه گارد ساحلی یونان وجود داشته است که مهاجران را در آب‌های اژه عقب می‌زنند و مجبور به برگشت به ترکیه می‌کنند. در مجموع رقم مهاجران تازه وارد به کمپ‌های پناهجویان در یونان در سال 2020 به وضوح کاهش داشته است. از ماه جنوری تا اوایل نوامبر حدود 10,000 نفر از راه‌های دریایی به جزایر یونان در شرق اژه رسیدند. بنابر گزارش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در سال 2019 این رقم 60,000 نفر بود است. به گفته کارشناسان امنیتی بیشترین کاهش در این رقم ناشی از نظارت شدید گارد ساحلی بود.